سلام، ویدا ساغری هستم. اداره آیسا یا اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان از موجودیت 18,000 شرکت ساختمانی و تجارتی خبر می دهد. این در حال است که کشور به خاطر عدم امضای توافقنامه امنیتی و به طول انجامیدن پروسه انتخابات و تعیین زعیم برای کشور 35% شرکت های ساختمانی و کارشان را توقف داده و اکثر شرکت ها ماشین های ساختمانی را پرزه کرده به قیمت نازل تر از خرید و به اصطلاح نقص مزد به پاکستان برده فروختند. برای روشنی بیشتر آقای نعیم یاسین رئیس شرکت های ساختمانی را البته ساختمانی در کشور را به استودیو دعوت کرده ایم. ویدا ساغری هستم، تا نیم ساعت دیگر در برنامه زیر بنا با من خواهید بود. آقای یاسین به برنامه خوش آمدین. تشکر. سلام خدا خدمت شما و بینندگان تلویزیون آرینا تقدیم میکنم. ممنون. پیش از اینکه به اصل موضوع بپردازیم میپرسیم وضع کلی سرمایه گذاری در کشور از چه قرار هست، مخصوصا وضع پروژه های ساختمانی؟ بله، البته پروژه های ساختمانی یگانه است. سکتور ساختمان کلانترین سکتور در افغانستان است که در این پروژه های ساختمانی بیلیون ها دلار در این مصرف شده و شروعی که 2001 یا 2004 شروع شد به این طرف، یعنی سکتور ساختمان بسیار پیش رفتن، به سرعت خوب پیش رفتن و کمپینه ها تجربه خوب گرفتن و مفاد خوب کردن و بسیار پیش رفتن و بسیار پروژه را پروژه های نوسازی هم بوده، پروژه های باسازی هم بود، اینا را تکمیل کردن که یک قدم بسیار خوب است که تجربه زیاد گرفتن و کارهای خوب کردن و امروز کمپانی های افغانی ما میتونن که به تنهایی خود پروژه های 100 میلیون دلار هم پیش ببرن به تنهایی خود، به خاطر که تجربه خوب گرفتن و فاینانشیلی هم بسیار خوب در موقعیت خوب قرار دارن. یعنی تا امی چند ماه پیشه یا بسیار خوب بودن، موفق بودن و تجربه خوب دارن و کار خوب کردن. گفته میشه که 15,000 شرکت ساختمانی خارجی نیز در کنار شرکت های ساختمانی جواز کار گرفتن تایی سالها و اونا هم نیز از وضع نابسامان کشور باید متاثر شده باشن. نظر شما چیست؟ البته بر شما معلوم است که بعد از امضا نکردن قرارداد امنیتی در سکتور ساختمان و عموما در تمام سکتورهای افغانستان تاثیر زیاد کرده و جامعه جهانی و خصوصا پروژه های از کورپ انجینیرینگ یعنی قوای اردوی انجینیری ایالات متحده امریکا پروژه خود به تعلیق انداختن به خاطر امضا نکردن قرارداد امنیتی و در پالوش ناتو هم پروژه خود به تعلیق آوردن و دیگر جامعه جهانی هم همینطور که بسیار یک تاثیر منفی در تمام اقتصاد کشور رو آورده، خصوصا در سکتور ساختمان. حتی جامعه جهانی باز پروژه‌ای که نا دارن 30% 40% تکمیل شده اما باز هم اونا را دولت تعلیق آوردن به خاطر که بودجه ندارن یا زمان بیشتر نکنه اونا همونطور مانده، که تاثیرش بالای شرکت های ساختمانی آمده و بسیاری شرکت ها چون بازش کلان نبوده اونا ورشکست شدن به اینکه تا پیسی از یا بیاد تا چی کنن بسیار مشکلات دیدن و دیگه ای که تمام انجینرها کارکنای خود اینا مجبور هستن که معاش داده نمیتونن، اونا را باید که از کار اخراج کنن که صدمه زی به سر سکتور اقتصادی و سکتور ساختمان بسیار زیاد آمده. بسیار خوب. آقای یاسین، قبل از اینکه ما بپردازیم به اصل موضوع که بحث ورشکست شدن شرکت های ساختمانی است یا خطر ورشکست شدنشان است در اثر بحران های اخیر در کشور، گزارش داریم که اصلا حجاب همکارمان از واحد اقتصادی تهیه دیدن. په کابل کې د ساختماني شرکتونو د اتحادیه چارواکي وایي چې له دغه اتحادیه سره ټول ټال 150 شرکتونه ثبت وو، خو د ټاکنو وروستي وضعیت ته په کتو نږدې 15% کې له فعالیته لویدلي او یو شمیر نورو خپل وسایل بهر ته لیږدولي دي او یا یې هم خرڅ کړي دي. په کابل کې د ساختماني شرکتونو ټولنه وایي چې د ټاکنو د پروسې اوږدېدو او په هیواد کې سیاسي کړکیچ ساختماني برخه ډیره زیانمنه کړې ده. 60% یا دیگه ازی که مانده اونا هم دولت است که باید یک رای حل بر از او پیدا کنند و او وسایلی که آماده کار است نه وسته که انتقال بتن به جای دیگه یا بفروشن.
نوموړی وایي چې له ټاکنو وړاندې هم څلوېښت په سلو کې پروژې د امنیتي تړون د نه لاسلیک له کبله ځنډول شوې وې، خو د ټاکنو په اوږدېدو کارونه په ټپه ودرېدل. د ساختماني شرکتونو یو شمېر خاوندان وایي په لکونو ډالرو یې ساختماني کارونو لپاره ماشینونه اخیستي چې اوس یې کباړ کوي او په ګاونډي هیواد پاکستان یې خرڅوي. د ټاکنو اوږدېدو سخت زیانمن کړي دي. ډرایورانو ماشینه اوښتي دي، کرایه اوښتي دي، خرچا اوښتي دي، بس په ځان پورې اریانو چې دا اوس څرنګه کور ډېر هم په کباړ باندې خرڅ کړل. اته میاشتې کېږي په دې جو ولاړ دي، کاروبار نشته، بیخي وضع خرابه ده. د ساختماني شرکتونو د اتحادیه د رئیس نایم یاسین په وینا یو شمیر ساختماني شرکتونو خپل وسایل او پانګه له افغانستان څخه ایستلې او په عربي هیوادونو کې خپل کارونه پیل کړي. ساختماني شرکتونو ته دومره مالی زیان اړولی چې ښایي که نوی حکومت هر څومره امکان برابر کړي نو دا تشه به ډکه نه کړي. دا هم هغه ساختماني او رغنیز ماشینونه دي چې په تیرو دیارلسو کلونو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې رغنیز او بنسټیز کارونه ترسره کړي، خو په هیواد کې د ټاکنو د پروسې د اوږدېدو له امله ټول رغنیز کارونه په ټپه ولاړ دي. د دغه شرکتونو مالکین وایي چې ډیری دغه وسایل یې کباړ کړي او په ګاونډیو هیوادونو یې د کباړ په بیه خرڅ کړي دي. اسلام حجاب، د آریانا نیوز، کابل. گزارش بود از اسلام حجاب در مورد موضوع امروز زیر بنا. خب آقای یاسین، دوباره برمیگردیم به استودیو. آقای یاسین، مزال که این روزها شرکت های ساختمانی با اون روبرو هستن، ایستاد شدن کار و فعالیت های اقتصادیشان هست، این ناشی از عدم امضای توافقنامه امنیتی هست و یا به طول انجامیدن انتخابات و یا کدام مزال جدی دیگری وجود داره؟ نه، تاثیر عمدهش که از مسئله قرارداد امنیتی است، یعنی اینا تقریبا حدود 8 ماه پیش و 9 ماه پیش که شروع شد و ای که پروژه استاد شد و دونرا یا جامعه جهانی پروژه خود استاد کردن، یعنی این تاثیرش از اونجا شروع شده. یعنی تاثیر مهم مسئله اقتصاد است، اما مسئله انتخابات شاید تاثیر داره، مگه مقدر تاثیری که چون مبلغ پیسه در سکتور نامده و پیسه استاد شد او تاثیری بسیار زیادتر است. شاید مسئله انتخابات زود یا پس یکی رئیس جمهور انتخاب میشه، یعنی پس به مرور زمان یه حالتی که هست که صحیح میشه، اما اون مسئله که مثال در چند ماه که مسئله پروژه استاد شده و او پیسه هایی که در اینجا نامده، این تاثیر از این بسیار مشکل است که ما بسیار آسانی زود این را پس به اون حالت بیاریم میشه. ای که شاید سالها را بگیره که پس به مو حالت ما بیاییم، چرا به ای که بسیاری شرکت ها ورشکست شد، بسیاری کلوز کردن، بسیاری پیسای خود از دست دادن، بسیاری کمپانی خارج رفتن، بسیاری سرمایه خود کشیدن رفتن، بسیاری وسایل خود بردن بیرون، بسیاری در بیرون رفتن سرمایه گذاری کردن دیگه. دو اساس ای بسیار یک تاثیر منفی داشته، اما یعنی صدمه که زیاد رسیده از این که قرارداد امنیتی امضا نشده که ناتو، جامعه جهانی و سارمی کلگی زینا تاثیر بسیار عمده سر اقتصاد مملکت داشتن. امروز اگر ببینید تمام سکتورها وضعش خراب است، تنها سکتور ساختمانی، سکتور زراعت، ببینید سکتور ترانسپورت، ببینید سکتور واردات صادرات، ببینید کلگی یکی به دیگه زنجیر رو رنجه داره. آقای یاسین، یک سوال اینجا مطرح میشه، این که چطور طی 13 سال که کشور شدیداً در راستای ساخت و ساز و ساختمان سازی بوده در افغانستان و شرکت های ساختمانی یکی از فعالترین و همچنان کاراترین و مصرفی ترین سکتورها در افغانستان بودن و حمایت های زیادی را از جانب جامعه جهانی با خودشان داشتند، چطور نتونستند در این 13 سال به سمت خودکفایی بروند و با کوچکترین تلنگری که فضا برشان میزنه و مثلا چند تا سرمایه‌گذار خارجی وقتی از افغانستان بیرون میشه، شرکت های خصوصی افغانی به خطر ورشکستگی روبرو میشن؟ خب اینطور است که نال اگه ببینیم این مربوط به حکومت افغانستان میشه و حکومت به جامعه جهانی میشه، یعنی اتونیست که حکومت افغانستان یا ما پیسه داشته باشیم و سرمایه داشته باشیم که پروژه خود رن کنیم، مثال بند برق است یا سرک است، خود اون پیسه جامعه جهانی است که بر حکومت افغانستان میده، باز حکومت افغانستان او را برای کمپانی ها میتن یا پروژه سازی میکنن.
یعنی حکومت افغانستان هم چیره نداره و ظرفیت نداره که قپیسه داشته باشه که رن کنه. مثال پروژه هایی که اگر میل به طویق افتاده او را رن کنه نمیتونه، به یک بودیجه نداره. و اگر شما شنیده باشین چند وقت پیش وزارت مالی اعلان کرد که اگر تا 3 ماه دیگه این انتخابات وزش معلوم نشه ما پیسی ماموری نداده نمیتونیم. خود چی بخصا که ما پروژه ساختمانی خود پیش ببریم از کجا؟ خب پروژه ساختمانی فکر میکنم که سرمنشهش یا جایگاهش در دنیای خصوصی از و ربط به دولت نداره. بحران که فعلا بحران مالی کاملا بیشتر فشارش روی دولت هست، حال چگونه مثلا از این ناحیه شماها هم دارین گلایه میکنین؟ چی ربطی داره به بودجه مالی وزارت مالیه؟ خب بخاطر از اینکه اقتصاد مملکت ما اومده، اگه شما اقتصادتان خوب نباشه، یک مدرک نداشته باشین، یک چطور شما خانه بخرین؟ و همیال اگه در ریال استیت ببینین، مثلا یک خانه که ساخته یا تامین می ساختن، دستی تقاضا زیاد بود، مردم پیسه داشتن میرفتن میخریدن. و امروز اگه برش آفر کنه 30% کم 40% کم، کس حاضر نیست که بره مو خانه رو بخره، به خاطر که اقتصاد عمومی مملکت ضعیف است نیست. از اون خاطر اگه یک چند نفری که پیسام داره امور، چون وضع مملکت مسئله انتخابات، مسئله دور افتادنی ها، نمیخواهند که اون پیسی خود مصرف کنند، میبینند که باش چطور میشه. به او اساس چون اقتصاد مملکت ما مد نظر میگیریم، نه اقتصاد سکتور ساختمانه. این حال وقتی که همین جامعه ما خود دمی 13 سال نتانستیم که باید خودکفا شویم. چرا؟ دلیل چی بوده که نتانستیم؟ دلیل همی بوده که نتانستیم در هیچ ساحت، در هیچ ساختمان، در هیچ فابریکه، در هیچ که ما خودکفا باشیم هیچ کار نکدیم. امروز ما همه چیز ما توریدی است. امروز همه چیز ما در کنار همین مسائل، بهترین قسمتشی است که گفته میشه که تجار و شرکت ها ماشینالات ساختمانی را پرزه میکنن و به بیرون از مرزهای افغانستان، مخصوصا در پاکستان، بازارهای پاکستان به قیمت نازلتر از خریدش به فروش میرسانن. این را گاهی به گوش کدام نهاد مسئول تال رسانیدیم؟ اینطور است که بر شما معلوم است که چند ماست که مسئله انتخابات است و هیچ کس مسئولیت نمیگیرن. و این قبلا هم پیش از این موضوع بوده، از این پیش از این قرارداد امنیتی که امضا نشد این موضوعات اساس تا این مشکلات آمد. و این مشکلات هست کسایی که راستی چون پروژه نباشه و کمپانیایی که وسایل ساختمانی دارن بازش پروژه نیست، ماندن همونجا طوری که شما دیدین در تمام سرک پلچرخی بودین که به تعداد زیاد اینا مانده. و او که یک ذره جنس خوب بوده، نو بوده، او را بردن به ممالک دیگه، مثال دبی بردن، قطر بردن یا تاجیکستان طرفا بردن که از او استفاده کنن یا اونجا بفروشن. اما وای که قابل چی نبود، گفته شما او را به قیمت آهن فروختن. این حالی مشکلی که البته من تو فکر نمیکنم که بالکل سکتور ساختمان سقوط کرد، اما این بعد از انتخابات، بعد از قرارداد امنیتی که امضا شود، پس سکتور ساختمان در حالت فعالیت خود شروع میکنه. در هیچ مملکتی ولو که در نقطه دنیا را ببینید، اگر وضع اقتصادیش خراب شود، مگر سکتور ساختمان خود فعال میسازند، به خاطر که مردم در کار بفته، فابریکا در کار بفته، مکتبا را میسازند، سرکا را میسازند، هر جایی که باشه میخواهند که مردم در کار شود. اما امید است که بعد از قرارداد امنیتی که امضا شد و پس فعالیت ها شروع میشه، ایتونیست که استاپ شد، یعنی پس فعالیت های ما شروع میشه، سکتور ساختمان فعالیت های خود شروع میکنه، پروژه ها پس میه، بودیجه ها میه، پس پروژه هایی که نیمکاره سرکار میشه و جامعه جهانی همونطور که تعهد کرده تعهد خود دوام میتن، پس کمک ها میه، یعنی ایتونیست که بالکل استاپ شد. اما مشکل در اینجاست که نالی کمپانی ها قوت ندارن که یا 6 ماه 8 ماه بر مامورین خود، بر کارگرای خود معاش بدن که یا را نگاه کنه اینم سیستم خود را نگاه کنن. اما سکتور پس فعال میشه، اقتصاد مملکت شاید خوبتر شوه دیگه. یعنی ناامید نباشیم، ما همیشه فعالیت ها میشه. تو جالبیت قضیه در این بود که در این بحران سر و صدای سکتور ساختمانی نیز برآمد و برعکس توقعی که افراد در دنیای اقتصاد از شرکت‌های ساختمانی و تجاری داشتند که گویا شاید به یک خودکفایی نسبی شاید رسیده باشند. بعد از وقفه به برنامه ادامه می‌دهیم.
با سلام مجدد در برنامه زیربنا هستید. روی موضوع خطر ورشکست شدن سکتور ساختمانی در کشور و در پیرامون موضوع در استودیو آقای نعیم یاسین رئیس شرکت‌های ساختمانی در کشور را به استودیو دعوت کرده ایم. آقای یاسین ادامه میدیم روی این که چقدر قبل از این که وضع بحرانی شود و بهانه برای تمام سکتورها در کنار سکتور ساختمان پیدا شود برای سمت بحران رفتن یا ورشکست شدن، از نگاه مالی و یا مدیریتی چقدری شرکت‌های ساختمانی را دولت به عنوان سرمایه گذارانش برای زیربناهای کشور حمایت کرده؟ البته چون مسئله چی است دیگه، شکایت بگوییم یا شکایت نیست، به اینکه اگه می سکتور ساختمان یا تمام دیگه سکتور هم خودشان خود رساندن، بخاطر که دولت تو پلان و یک پروژه یک پالیسی نداشته که این سکتورها را کمک کنه. مثال اما این سکتور کلش خود رسانده، اما یعنی 10 سالی که است شرکت های ساختمانی از نگاه مالی از نگاه تجربه یا خود بسیار بالا رساندن. ما کمپانی داریم که میال در بیرون از مملکت رفتن کار میکنن، فعالیت میکنن، یعنی در پروژه در اون ممالک داوطلبی میکنن، کار میکنن، یعنی بسیار خود رساندن از نگاه منیجمنت و کار و تجربه تونست که. اما در اینجا که هستک چون مسئله قانون و مقررات، یکی قانون تدارکات بسیار مشکلات داره که کمپانی که عضو ماستن نمیخوان در پروژه هایی که دولتی است در او اشتراک کنن، به اینکه بسیار مشکلات در روی قانون تدارکات است. اما روی هم رفته، یعنی سکتور ساختمان کارهای خوب کرده، فعال هستند، یعنی آینده خوب برشان هستک. یعنی وقتی که این قرارداد امضا شد، انشاءالله پس هم فعالیت ها شروع میشه و این سکتور دولت رشد خود میباشه. بسیار خوب. چقدر در طول 13 سال شرکت های ساختمانی و یا سکتور ساختمانی خصوصی تلاش کرده که یاد بگیره که در مقابل بحران و شکستنش یا مدیریت بکنه بحران محور خودش؟ والا دوست یک اندازه فعالیت کردن، میفهمن، تجربه دارن و اکثر تقریبا یک تعداد کمپانی ها رفتن خارج، رفتن به ترکیه، رفتن به دبی، رفتن قطر، رفتن در اونجا سرمایه گذاری میکنن. به اینکه این طرف از طرف حکومت تو برزینا یک رای یک پیشنهاد صحیح نشده که در اینجا سرمایه گذاری کنن یا هم شرایط برشون مهیا نشده. و سرمایه گذار برشون معلوم است هر جایی که برشون آسان باشه، وسایل برشون سهولت باشه، اونجا میرن سرمایه گذاری میکنن، چی داخلی باشه چی خارجی باشه. چون وسایل سهولت تا بر اونجا برشون مهیا است، هر جایی که خواسته باشن سرمایه گذار. این بحث وحشتناکی که تجار و سرمایه گذار ماشینالات ساختمانی به قیمت آهن دارن میفروشن به بیرون از مرزهای افغانستان، مثلا حداقل تو تزمینی در نظر نگرفته بودن که از خودشان باشه و امروز بدون کرایه مثلا بتونن تا زمانی که این مسئله یا این وضع یا این شرایط اینا به هنگام رفع میشه اونجا بگذارنش و دخل از کرایش بغم باشن. خب این طور است که دمی 13 سال باید که اداره جواز که میتن آیسا و اینا پروگرام ها داشتن و حکومت پروگرام داشتن که باید بر هر سکتور، سکتور ساختمان، مواد ساختمانی، دیگه سکتور ترانسپورت، باید پارک های صنعتی جور میکردن، بر از اینا توزیع میکردن که هم بر ذخیره ویرهاوزشان میبود، هم بر وسایلشان میبود، که هم بر حکومت خود. اما دمیسی تنها یک دو پارک صنعتی جور شده که در کابل، یکی یعنی پلوچرخیز، یکی هم در قسمت چی میگن طرف ارزان قیمت است کجا دموی بگرامی. یعنی او کفایت نمیکنه برای سکتور ها، باید بسیار پارک های صنعتی ساخته میشد، برای زینا توزیع میشد به قیمت مناسب. چرا نشد؟ نشده دیگه، مشکلات داشتن، مشکلات است. مثال اگه بگیریم آیسا پروژه خود ساخت، مگم زمین ها را دیگه کسا غصب کردن گرفتن و اینا را نمیمانن که اونجا پروژه خود تکمیل کنن و همون نمره بندی کنن و هزارها جریب زمین هر کس گرفته و میگه مالکش مست و امتو مانده که یه هم ضعف امی ارگان بوده، دولت بوده که نتانستن که کارها را پیش برن
و ما بسیار مشکلات دیگه داریم. ما پروژه داریم که پروژه دیسبز شهر جدید کابل که باید پارسال یا امسال شروع میشد، اما نتونستن که شوان به اینکه اکثر زمین ها را کلیم که از ماست غصب کردن، قواله ساختن دیگه، و این پروژه از اینا باید یک سال پیش تکمیل می شروع می شد و تا امروز تکمیل نشده، شروع نشده، یک عالم مصرف شده دیسی پروژه سازی از این، دیسی پلان گذاری از این، مگم تا امروز نشده. دلیل سر در کجا می دانه؟ ضعف حکومت، ضعف منیجمنت، زوردارا که زمین ها را غصب کردن، نمی مانند که پروژه تطبیق شد. بسیار خوب. چقدر شما از در طول این سالها فرهنگ بیمه را رایج کردین، مخصوصا در قسمت این سکتور ساختمانی که بیمه برش بسیار بسیار حیاتی هست؟ بله. چقدر این فرهنگ داشتین و امروز به عنوان یک مرجع حمایت ازش استفاده بکنین؟ پروژه‌ای که اعضای ما دارن، کدی جامعه جهانی، کدی یوس آرمی، ورلد بانک، ایشین بانک، یوس آی دی، اینا پروژه ای که اونا میشه باید زمینه زیر بیمه باشه، باید بیمه شده باشه که بیمه زیر از طریق همونجا از طریق یکی از بانک‌های خارجی یا چندین شرکت معرفی میکنن که باید از او بیمه گرفته شوه و او پروژه ها بیمه دارن و او اگر همین مشکلاتی داشته باشن و شکست شون چه دیگه بیمه هست، بیمه بگیرن. مثال امیال ما کمپانی داریم که همراه کمپانی خارجی مشکلات دارن، مثال کمپانی ها دفتر خود بسته کردن، از افغانستان بر آمدن، پول شرکت ها را ندادن و این حال چون پروژه بیمه بوده و این شرکت ها بر بیمه پول دادن و این حال یا میتونن که کدی بیمه دعوا کنن یا تماس دارن و پیسی خود را میگیرن. چقدر 18,000 شرکت ساختمانی تجارتی داخلی از بیمه مستفید هستن؟ و امو بسیار فیصدی کم. چرا؟ بایی که اینجا هنوز منتلیتی رواج نیست که بیمه بگیرن، فرهنگ بیمه گرفتن ایت نیست که دیسه باید بسیار فعالیت میشد، تبلیغات میشد که ای را باید ای فرهنگ بیارن. بایی که این حال کمپینه کمیل در افغانستان هستن، ورکشه شدن بیمه ندارن. میخواییم نظر شما داشته باشیم، چطور مدیران بزرگ حمایت کننده و مدیریت کننده شرکت های بزرگ ساختمانی در یک کشور نتونستن که روی بیمه به عنوان یکی از بزرگترین حمایت کنندگان زمان بحران برای یک سکتور فکر کنن رویش؟ درست، کمپانی ها بسیار کوشش میکنن که پیسهشان، سرمایهشان در خطر نباشه، حفظ سیف باشه، اما اینجا مسئله بیمه بسیار قیمت است. یعنی کمپانی هایی که در اینجا آمدن شرایط افغانستان رو میبینن، شرایط امنیتیش رو میبینن، بیمه بسیار قیمت است. حالا پروژه ساختمانی که هست، مثال در بیرون از کابل است، قندار است، هلمند است، مزار است، جلال آباد یا هر جایی که هستن، اینا منطقی است که بسیار خطر است. این حال کمپانی بیمه میگه که من مثال این قفیصت میگرم و در کمپانی میبینه که بسیار قیمت است، یعنی نمیتونن که بیمه رو بگیرن. این حال به اون اساس ولی در این حال احتمال خطر از بین رفتن، از دست دادن یک مقدار بیشتر از سرمایه هم در همچون مناطق چی است؟ مشهود است. اما او پروژه هایی که در این منطقه من نام گرفتم زیادتر پروژه های یوسارمیست از جامعه جهانی است، از ورلد بانک، از این هاست که کلکش بیمه داره و اگه کمپانی بیمه هم نگرفته یعنی مجبوری سرشون بیمه را گرفتن، به این که وامه فهمن که اینجا خطر است، امنیتش خوب نیست، یک روز یک واقعه میشه. به اون خاطر او پروژه هایی که هست جامعه جهانی اونا بیمه دارن، اما کمپانی هایی که خرد افغانی متوسط هستن یا بزرگ هستن، در پروژه های دولتی کار میکنن یا شخصی، اونا بیمه ندارن. به این که بیمه بسیار قیمت است. دولت... و سرشون ضروری هم نیست که فشار مانده باشه که حتمی باید شما بیمه گرفته باشین، اما پروژه جامعه جهانی او را ضروری مانده که باید بیمه داشته باشین. باید که پروژه را میتیش. آیا دولت به عنوان حمایت کننده سکتور ساختمانی در کشور روی بیمه مفید تاکید نکرده بر 18,000 شرکت ساختمانی تجارتی داخلی کشور؟ نه دیگه، خب کمپانی بیمه یک چند کمپانی که اینجا آمدن اونا هم شرایط خود را میبینن که وضع امنیتی خوب نیست، شرایط پروژه که مثال در نورستان باشه او را به بیمه بسیار قیمت میگیرن
به ای که وام ده خطر هستن. از او خاطر نیز امی منتلیتی امی فرهنگ بیمه گرفتن هم هنوز ده اینجا نشده و قیمت هم هسته. این حالا یک پروژه میبینه که 20% زیر بر بیمه بده چند فیصد بر خودش بره. بسیار خوب. بله. در اخیر فکر میکنم یک تا یک نیم دقیقه دیگه وقت داریم. برای برنامه چی تقاضا یا طرح پیشنهاد میکنین برای بیرون شدن از بحران و همچنان بدتر شدن وضع کنونی اقتصادی؟ یگانه پیشنهادی که اول است که امید است که اول رئیس جمهور مارچ زودتر یک هفته یا ده روز از زیاد نکنن این مسئله را فیصله کنن، یک رئیس جمهور ما باید که انتخاب شوه. دومین چیزی که است که فوری قرارداد امنیتی را با جامعه جهانی، ناتو، قوای امریکا باید امضا برسانند که تا پس تا هم فعالیت های اقتصادی، کمک ها، پروژه ها پس فعال شوند. و ای اولین امی یکی دو بسیار ضروری است که اساس است بعد از او دیگه کارهایی که است که چون وضع پروژه ها که آمد، پول که آمد، همه چیز صحیح میشه. اگر پول نباشه هیچ کار شده نمیتونه. به این اساس باید که قرارداد امنیتی را هر چه زودتر به خیر امضا کنن و یک رئیس جمهور ما هر چه زودتر چی کنن. بسیار خوب. ممنون از تشریف آوریتان آقای نعیم یاسین، رئیس عمومی شرکت های ساختمانی کشور. این بود برنامه زربنای امروز که خدمتتان تقدیم شد. تا برنامه بعد همین ساعت برای نیم ساعت شما را به خداوند می سپاریم. بدرود.